درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 19 از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه مدتی خدمت شما نیستم، امیدوارم بازگردیم برنامه ها رو، هر چهار برنامه رو بتوانیم زنده خدمت شما باشیم. دیشب چون خدمت نرسیدم، امروز صبح در خدمت شما هستم. امروز بنده با یک ذره‌بین عرض می‌شود که و با یک تکه از کیهان قدیم اتفاق را منزل آقای بدیعی بودیم، دوست عزیز ما آقای رضا بدیعی. در کتابخانه‌شون دیدم چند مجلد قطور اونجا هست، نمی‌دونستم چی هستن. گفتم آقا، گفت اینا کیهان. اولی رو بردشم باز کردم، فقط باز کردم دیدم تصویر محترم آقای منتظری است که تئوری ولی فقیه ها دارد میدهد به قول خودش، و چون خیلی خیلی ریز هست در واقع جمع کردن اینها رو و یک بارم اسکن شده، مجبور بودیم با ذره‌بین بخوانیم ببینیم که مایه فساد که بوده. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ خدمت شما بخوانم. تا به بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز، که سر صدق می کند شب همه شب دعای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان. من در به یاد یک بیت واقعا سوزناک انداخت که ابو عبدالله ادیب شیرازی در کتاب خودش آورده، اونجایی که سخن عرض میکنم که وصاف وصاف الحضره، حالا خیلی هم بد و بیرا میگم به این وصاف، چون خیلی در واقع عربی نویسی کرده و اینا، اما بعض قطعات شورانگیز همین آقای وصاف الحضره دارد. اونجایی که خواجه رشیدالدین رو آوردن که گردن بزنن، میدونید، پسرانش رو پیش چشمانش شق زدن مغولان، بهانه‌شون هم این بود که این همون کافریست که در قرآن دست برده. باری اونجا میگوید که تیغ نیلوفری آخر چه کند با اون تن، که ملالش بودی از رایحه نیلوفر. خیلی بخش سوزناک و جذابی این بخش عرض کنم تاریخ وصاف. تیغ نیلوفری آخر چه کند با اون تن، که ملالش بودی از رایحه نیلوفر. حافظ می‌فرماید من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از ورای تو. دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار، گوشه تاج سلطنت می شکند گدای تو. خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همند، این همه نقش می زنم از جهت رضای تو. شور شراب عشق تو اون نفسم رود ز سر، این سر پر هوس شود خاک در سرای تو. شاه نشین چشم من تکیه‌گاه خیال توست، جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو. خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن. حافظ خوشکلام شد مرغ سخن سرای تو. عرض میکنم که هموطن گرامی، اگر که تازه در واقع این برنامه رو نگاه میکنید و جدید هستید به این مباحث سرزمین جاوید، چون میخوام این آقای منتظری رو بخوانم که چه گفت و چه کرد، هر سه بعد عرض میکنم خدمت شما که در کشورهایی که همه اتفاقات خوب جهان اونجا افتاده است، یعنی در اروپا، و انقلاباتی که در اونجا شد و آدم هایی که اونجا آمدن و تاریخ رو تحلیل و بررسی کردن، این که عرض کردم اتفاقات خوب،
اگر انقلابات اروپا نمی بود و اینها منجر نمی شد، عرض می کنم این مبانی نظری علمی به انقلاب صنعتی و سایر قضایا، بنده و شمای مسلمان شیعه برای رفتن به کربلای معلا حتما سوار اولاغ می شدیم و می رفتیم امروز، حتما برای رفتن به مشهد مقدس و زیارت حضرت سامن الائمه حتما سوار به اولاغتور بودیم امروز، حتما برای معالجه عرض می شود که تا اون و وبا و اینها پشکل ماچه اولاغ می سوزاندیم در اطراف خود با. اما نمی گوییم که این همه خدمت و این همه پیشرفت غربیست. هرگز نمیگیم که قانون نیوتن غربیست و قانون نیوتن قانون جهان رو توصیف کرد، یا اینشتین یهودیست یا غربیست، اما همچین که صحبت از مالکیت انسان به سرزمین خودش و سر خودش، آقا اینا غربیست. چرا نمیگوییم آقا این بنزای 600 که آخوند بیمایه سوار میشه غربیست، یا این تلفن دستی ها و نمیدونم ستلایت و همه این تکنولوژی که انسان را نجات داده از بسیاری از محاله که سر راش همیشه بود، اینا غربیست. اما همچن که هم به محض این که شما بگوید آقا این مملکت مال این مردم حاکمیت چماره من، این غربیست، به خصوص که اگر آخوند باشید گرسنه چش و قد هزار سال گرسنه که خورده و گدایی کرده، حالا بخوای دست به نظر سرمایه نفت مملکت و سایر ذخایر کشور، البته همه چیز کفر است و غربیست جز این که ما حاکم باشیم آب دزدیم. به محض که سر یکی از اینا درد میگیره سوار هواپیماش میکنن میبرنش نمیدونم دانشگاه لندن، بیمارستان دانشگاه لندن، اونجا یه آخوند 2000 به قول بعض دوستان دو ریالی رو میبرن. سالی یک بار این آقایون خانواده حضرت رهبر یک طبقه بیمارستان رو اجاره میکنن در هم برای آزمایش ها توسط غربی ها. اما به محضی که آقا هر انسانی داره حق هست، این غربی است بدن نیم خوره به قول منتظری و بقیه آخوند ها. آقا دموکراسی یک پدیده انسانی است، حقوق انسان رو معلوم میکند. این غربی شرقی نداره که در جنگ. خب اینجا این آقا شیخ منتظری هر شبت که در اینجا خواندم وقتی که اون خمینی کذا و کذا زیر اون درخت بود، این پاشید سوار هواپیما شده، توبره‌ای هم داشته و یه بخچه نون پنیر هم به پشتش بسته بوده و میرفته. این در کتاب دکتر نهاوندی خونه دو سه نفرش کنن سر به سر این گذاشتن، چون هر یه آخونده پیدا میشد زرفای کسی اطراف بود سر به سر میذاشتن، گفتن آقا آخوند حضرت آقا تشریف ببرید فرانسه یه زن دیگه بگیرید. این هم شروع میکنه در جواب مسخرگی کردن و بشکن زدن و یه دلغت مانند بود، این یک بگونه دلغت بود این آقای شیخ منتظری، معاملات میگفت و لاتاولات میگفت و میخندید و از اینجور کار. بعد گفتن پاریس که رسید به این آقا بخچه به کول ایستادن، عده منتظر این هستن، این برج بلند اسلام بوده، نماینده خمینی بوده، ولیعهد اون شاهنشاه خمینی اختیار دارید. حالا این آقا خوشنام از این دنیا رفت و بین اهریمنان این یک قدری پرونده اهریمنیش بهتر بود به دلیل اینکه شاید انداختنش بیرون. من میخونم ببینی چقدر دروغ میگفته این، چه مغالطه میکرده این مردک. خیلی خوب، حالا مجبورم اینم به کار ببرم. تیترش میگوید اداره کشور را نمیتوان به دست کسی داد که معتقد به حکومت لیبرالیستی و دموکراسی غربی است. خب ما هر چیزی رو به ضدش میشناسیم دیگه، دموکراسی استبداد، این دوتا علیه هم است. یا دموکراسی است دمو مربوط به مردم، یا
استبدادی است. قدیما دموکراسی رو مقابل کمیونیسم می‌گذاشتن و این خطاست. کمیونیسم یک اصطلاح اقتصادی است. کمیونیسم مقابل کپیتالیسم قرار میگیره، سرمایه‌داری مقابل کمونیسم. نه اشتباه، بایستی گفت دموکراسی استبداد. خب این میگوید که ما نمیخوایم هم چیزی. حالا استدلال ها رو ببینید، استدلال ها رو ببینید، ماشاءالله. میگوید خوب، حالا چون ما میخواهیم کشورمان بر اساس ایدئولوژی اسلام اداره بشود، باید کارشناس اسلام که آگاه به مسائل روز هم باشد در رأس اون باشد. خیلی خوب، ولی در عین حال لازم نیست که در همه رشته ها تخصص داشته باشد. وزرا و مشاورهای مختلف را از رشته های مختلف مثل اقتصاد و بازرگانی و غیره باید به کار گیرد و از آنها استفاده کند. بله، و در واقع نتیجه همون تعهدش می باشد. یعنی چون عاقل و متعهد است، هر کاری را به کسی که می تواند خوب انجام بدهد محول کند. ها حالا ولایت فقیه میگوید انحصار طلبی نیست. معنی ولایت فقیه این است، میدونید که این نظریه پرداز ولایت فقیه اینه، این بوده. یک وقتی هم داشت وعظ میکردم، چه میگفت؟ آمدن تو آقا بری خدا پدرتون رو بیامرزد، این مسخره بازی ها رو ما در آوردیم، منتظر قبل از اینکه محصور بشود این شیخک در همین منزلش. حالا گوش کن استدلالات حاجی رو. معنی ولایت فقیه این است، شرط اون هم عمامه نیست. ممکن است که یک کسی کلاهی هم باشد اما درس خونده و کارشناس مسائل اسلام باشد. همینطور که ممکن است یکی عمامه هم داشته باشد ولی کارشناس مسائل اسلام نباشد. یکی از اشکالاتی که در مورد ولایت فقیه به ما میکردن این بود که میگفتن شما که میگویید در رأس حکومت باید فقیه باشد انحصار طلبه میکنید، انحصار طلبه میکنید، جوابش این است که ما اگر خواستیم یک بیمارستان را اداره بکنیم، کارهای پزشکی اون را به یک دکتر متخصص محول کردیم. این عمل ما انحصار طلبی است. حالا شما مقایسه کنید قیاس مع الفارق رو. یکی نبود به این مرد بگه آقا تو که یه عمر خمس و زکات خوردی، یک روزم کار نکردی در عمرت، مرد حسابی. قضیه حاکمیت ملت ارتباطی به تخصص نداره که. حاکمیت ملت خواستگاهش در واقع مالکیت اون سرزمینه، که همه مردم مالک اون سرزمین هست. و از روزگار قدیم، یعنی در زمانی که انقلاب کبیر فرانسه شد و مبانی نظریش قبط و ازاده بود و اینها، همه اقشار مردم می توانند در سیاست دخالت بکنند، در سیاست فعال باشند، رأی بیاورند و حکومت کنند، جز آخوند. غیر از آخوند شما قانون تمام این کشورهایی که توسط مردم اداره میشه و به جای رسیدن، همه یخش از رفتگران و قصابان و نمیدونم بزازان و نمیدونم بازرگانان و مهندسین و همه میتوانن در کار سیاست دخالت بکنن و انتخاب بکنن و انتخاب بشوند، جز آخوند که نمیتواند در کار سیاست دخالت بکنند. یعنی یک کشیش نمیتواند رئیس جمهور آمریکا بشه، در حالی که یک بادام فروش که آقای کارتر بود شد. در یکی از این ایالت ها یک کشتیگیر استاندار شد، کشتیگیر بود، از کشتی کش میگیره، رای آورد. این آقا داره مغلطه میکنه اینجا، چه مغلطه بزرگی هم، که کارشناسان اسلام باید این مغلطه رو علی شریعتی هم میکرد. حالا اون منظورش چیز دیگری بود. همین مغلطه رو اون ملعون، عرض میکنم، معدوم بهشتی میکرد در روی تلویزیون.
که ما اگر بخواهیم که دل درد بگیریم و بواسیر داشته باشیم میرویم پیش پزشک. علی شریعتی میگفت شما از پزشک نمیپرسید که چه کار میخواهید بکنید. حالا اون منتظر امام زمان بود علی شریعتی. قیاس مع الفارغ، آقا کار مردم، حکومت مال مردم، حاکمیت از رأی ملت، از رأی جمهور ملت ساطع هست. در واقع کاری به تخصص آخوند و غیر آخوند و دکتری حرفا نداره که. منتها این از هول حلیم توی دیگ افتادن، حالا میخواد حکومت حقه برای ما بیاره، ولایت فقیه. حالا گوش کنید بقیهش رو بشنوید. جوابش این است که ما اگر بخوایم یک بیمارستان را اداره بکنیم، کارهای پزشکی اون را به یک دکتر متخصص محول کردیم، این عمل ما انحصار طلبی است. یا اگر اداره کردن یک دادگاه را به عهده یک متخصص امور قضایی گذاشتیم، این انحصار طلبی است. نه، اینها مسائلی است که باید اینطور باشد. اگر شما خواستید یک تجارتخانه را اداره کنید، باید کسی را که متخصص امور بازرگانی است در دستش قرار دهید. این نمیشه باید گفت انحصار طلبی. این حاجی نمیفهمیده که بابا در تاریخ همین مملکت بدبخت بیچاره که 150 سال داره له له میزنه و آزادی رو تجربه نکرده، در همون مجلس اول حلیم پزان نمیدونم که تمام اقشار چیز در مجلس ملی نماینده داشتن. یعنی انحصار طلبی آخوند و ملا و همین کسافتکاری و جنایت که امروز زریدان هست، یکی از منابع مهمش همین شیخ منتظری بوده. بعد چون پرتش کردن بیرون با اردنگی سخت، آمد نشست اونجا و این ظالم است، اون ظالم است، این ظالم نیست، اون ظالم نیست، همچی دایقولی شد. دایقولی دوستان نجف آباد میدونن دایقولی کی بوده. اینم استدلالاشه به چاپ میزده. حالا بقیهش هم میخونم خدمتتون. خب حالا بقیهش رو گوش کنیم. بنابراین ما هم که میخواهیم بر اساس اسلام یک کشوری را اداره کنیم، باید این کار را محول کنیم به کسی که کارشناس مسائل اسلام است. والا به دو دست بریده حضرت عباس و به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر، مطلقاً و ابداً این ملت تا اونجایی که از ابتدای شلوغی ها و نمیدونم انقلاب ها آغاز شد که در تبریز شد و قم شد و جاهای دیگر شد، مطلقاً و ابداً کسی برای اسلام نه تا حالا در تاریخ انسان انقلاب کرده نه انقلاب خواهد کرد برای اسلام. آقا شعارهای اول انقلاب که هست، اینها که هست، عکساش که هست، کسی برای کمبود نماز و روزه و حج و جهاد و این صحبت ها که انقلاب نکرد که تالو پری وسط ما اسلام هستیم، قانون اسلام میخواییم. چه کسی تا حالا قانون اسلام خواسته؟ جد بدبختی و بیچارگی. آیا این اسلام برای ملت چیزی حاصل داشته؟ داشتم نگاه میکردم امروز، میخواستم ضمن سخنی اشاره به اختراعات بکنم که فراموش کردم. 7 میلیون اختراع در آمریکا شده، حالا خدا میدونه در اروپا چند میلیون در اروپا شده. آخرینشم یک شیمیدانی به نام اوبراین در همین چیز دوپانت، کارخانه دوپانت، یه پنبه مصنوعی اختراع کرده که بایو دیگریدبل هست. بایودیگریدبل یعنی چیزی ما در طبیعت رها کنیم مزمحل بشه در طبیعت، در آب بیاندازیم مزمحل بشه با زمان. چون میدونید پلاستیک و اینجور چیزها بایودیگریدبل نیست. میلیون ها میلیون سالی پلاستیک تو آب دریا میندازیم، همونجا هست. یک ابداعی کردن آقای مسلمین، یک بیردانه آقا، زیرو. در عصر جدید و عصر قدیم یک کشفی، آخه یه چیزی.
1300-1400 سال زورگویی و مبخوری آخوند. خب حالا ما بنابراین ما هم که میخواهیم بر اساس اسلام یک کشوری را اداره کنیم باید این کار را البته تقصیر آخوند نیست، مطلقا و ابدا تقصیر آخوند نیست. آخوند یک موجود شقیه، طمعکار، قشری بیفکری بوده، تشنه طمع. اجداد طاهرین این سادات هم که به سینه برای اینا میزنن و دائم نمیدونم گنبد درست میکنن و اینها، تشنگان قدرت بودن. حسین تشنه قدرت بوده، حسن تشنه قدرت بوده، علی مرده قدرت بوده، هیچ موقع به دست اینها نیفتاد. حالا به جز اون چهار سالی که به علی دادن، تمام ملت رو داد به کشتن، دائم در حال شکست بودن. این امام زهر خورد، اون امامو کشتن، اینو تو زندان مرد، اونو در کربلا سر بریدن، اونو هم چکن، دائم در حال شکست بودن. خب کشور را اداره کنیم باید این کار رو محول کنیم به کسی کارشناس مسائل اسلام است. این اسمش فقیه هست، این را نباید انحصار داد. یک وقتی هست یک کسی میگوید من معتقد به لیبرالیسم هستم، معتقدم به این که مردم باید آزاد باشن، فرق نمی کند مارکسیست باشن، مسلمان باشن یا هر عقیده دیگری که داشته باشن مهم نیست، بلکه من میخواهم کشورمان طوری اداره بشود که نان و آب مردم و امور مادیشان مرتب باشد، این میشود همون دموکراسی غربی. خب خیلی چیز بدی از نظر منتظری. نان و آب نباید باشه که، باید مردم گدای دولت باشن، 40,000 تومان بگیرن، بلکه این گدایی جز ذات و ژن این مردم بشه، دستشون دائم دراز کنه به علی آقا یا مثل علی آقا، که همه سرمایه های ملت بذاره به حساب خودشو، پسرشو به دزدان و تروریست ها بده و 40 تومن هم پرت کنه به گداها. تازه میگه جمعیت هم باید دو برابر بشه. خب این میشه باید، حالا ببینیم چی میشه، مارکسیست باشد، مسلمان باشد. خب اینجا میگوید که همون دموکراسی غربی، ولی فرض ما این است که اکثریت ملت ایران و ملت‌های کشورهای اسلامی پایبند به اسلامند. خب اسلام هم که تنها مسائل عبادی نیست، مثل مسیحیت نیست که فقط بخواهد رابطه انسان با خدا را تأمین کند. نه خیر، اسلام ماشاءالله، اسلام تمام قوانینش تمام جامع ترین و کامل ترین. آقا یه ورق و نیم قانون نداره اسلام. قرآن نگاه کنی ماشاءالله چه بحثی در قانون هست در قرآن. این گردن زد گردنش رو، دست زد دستش رو، چشش در ماشاءالله ماشاءالله از این عمق و عظمت قانون. چه تا شاهد اگه بود سنگسار کنیم، جهان میخواد اداره کنه با اینا. یک حکمی برای کار در همه قرآن نیست، یک حکمی برای بازرگانی. باید عربا بازرگان بودن بابا، این ابو سفیان دار دسته میریختن سرش، این مسلمی اموالش بودن، بازرگان بودن. شما یک آیه به تشویق بازرگانی برای پیدا کنید، قانونش هم پیشکش. 527 آیه برای غارت هست. و مطالب مربوط به غارت برای همه چیز میخواد اسلام اداره کند. واقعا نمیدونم این آینده آخوندا در این مملکت ما چی میشه، اما اون چه من میدانم و میبینم، حدس میزنم که این آخوندا حق آخوندهای آینده رم خوردن، یعنی مفتخورهای آینده که قرار برن به تیزیه و دو ماه بمانن و مزخرفات رو یاد بگیرن و عمامه رو بزنن بیان پول مفت بخورن، اونا دیگه نخواهن خورد بعد از این رژیم. مرد حسابی با اون عمامت و اون هیکلت و اینا، یک اون مفت خوردی لا تا الخا، اینا چه استدلالی تو میکنی؟ اسلام میگه مثل مسیحیت نیست که فقط مسائلش عبادی باشه، تمام جهان رو حل کرده آقا، از جرم گل سیاه تا اوج زحل. این آقا خبر نداره که مسیحیت هم همین ادعا رو داشت. آخوندهای مسیحی
هزار سال اروپا رو به خاک و خون کشیدن با اون حکومتشون، حکومتشون در روم بود. خب تا اینکه اینها رو با دو شاخه دیدی، حیوانات وحشی رو میخوان هم رو نقل کنن، یه بند میگرن میپیچن به یه چوب درازی میبرنش به طویله، بردنشون به طویله، جای آخوندام جز همون طویله جای دیگری نخواهد بود. اینقدر بزرگوار بودن اروپاییان، باستی اینا رو به دار میکشیدن. گفتن نه، وقتی میگوییم که حقوق انسان و میگوییم دموکراسی و میگوییم قانونمندی، اینا هم خب اینا که در واقع جنایات دیگران که نمیشود بر گردن اینها گذاشت، ما اینها رو میفرستیم در همون جایی که تخصصش رو دارن، در داخل کلیسا اونقدر مهمل بگوین تا جانشان براید. بارا خدمت شما عرض کردم نزدیک شش ساختمان های دولتی یک مرکز یک ایالتی که الان نامش یادم رفت کنم ایالت بود، یک لوحه بود برآمده روش ده فرمان موسی رو نوشته بود: Thou shall not kill. آمدن گفتن آقا این دخالت در سیاسته، این تیک سنگ اینجا رو ما تحمل نمی کنیم. آمریکایی ها گفتن ما این رو تحمل نمی کنیم اینجا Thou shall not kill، نمیدونم تورات مال نمیدونم کی، این دخالت نزدیک دادگاه اینها بود دیگه. شکایت کردن، بردن دادگاه عالی، گفتن راست میگه. جرسخال آوردن از ریشه کندن، این داستان رو پر کردن یه جایی. تا زمانی که یک آخوند، نه این همه آخوند توی اداره کار میکنه، نجات میسر نیست. آخوند باید بره دنبال کار زندگیش. این که میگن سکولاریسم سکولاریسم، خب آخونده سعی میکنن ما رو بترسانن. اینها میگویند ما بی خدا هستیم، اینها میگویند که حسین نباشد، اینها میگویند که الله مدینه نباشد. اصلا از این صحبت ها نیست، اتفاقا همین حسین و همین الله مدینه و همه دروغاش محترم باید محترم خواهند شد. کسانی که دیندار هستن و میترسن از واژه جدای دین از مذهب نترسن. حتی سکولارهای آمریکا بر این شدن که مقصود ما از جدا کردن دین از حکومت محترم داشتن دین بوده. حاصل این است که پوپ و کاردینال و اینا خیلی چیزاشون سلسله مراتبشون عظیمه، این مثل آخوندهای ما نیست که یکی نهایتاً یه دعوان میگن این آقای آیت الله، نه خیلی مراتب و مقامات هست تا برسیم به پوپ. جرأت این که کوچکترین دخالت در سیاست بکنن ندارن. به معنی که آخوند بخواد وارد سیاست بشه، فساد رو وارد دستگاه میکنه، فساد و جنایت و پریشانگویی و مغالطه، چیزی دیگه بلد نیستن. که تخصص اینا دروغه، دروغ و مغلطه. خب میگه اگه مردم بگن که ما میخوایم مملکتمون اداره کنیم و نان و آبمون مرتب باشه، میگه این به درد نمیخوره، این همون دموکراسی غربی است. ولی فرض ما این است که اکثریت ملت ایران و ملت‌های کشورهای اسلامی پایبند به اسلامن. خب اسلام هم که تنها مسائل عبادی نیست، مثل مسیحیت نیست که فقط بخواهد رابطه انسان با خدا تأمین کند، بلکه اسلام در تمام شؤون بشر قانون دستور دارد. ماشاءالله ماشاءالله، به 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 به، چه قوانین به تمام شؤون بشر. بله، در اقتصاد برنامه دارد، در سیاست برنامه دارد، در امور جزایی هم جمهور جزاییش بنده میدونم، حتما میدونم. چشم میدونم، چشم در بیارید، زمون دارم زمون رو ببرید، ما رو قطع کنید، بعض اوقات وارونه قطع کنید، دست چپ و پای راست پای راست. چه چیز جزایی داره آخوند؟ آخوند بیا برو نگاه کن ببین چه خبر دنیا. آقا چه حساسیتی هست در قانون و تفسیر قانون، و چه عمق و گسترشی داره این همه مغزهای بزرگ قانونی
و قانون شناس، چه چیزها گفتند، چه کتاب ها نوشتند، چه ماشاءالله به قوانین جزایی اسلام. به 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 به. خب بنابراین در چنین موقعیتی اداره کشور را نمیتوان به دست کسی داد که معتقد به دموکراسی غربی، زیرا دموکراسی غربی به درد ما آقا نمیخورد. بله نمیخورد. ما طرفدار آزادی و عدالت هستیم. حالا تو رو خدا فکرشو بکنی، عبارت رو ببین، میگه دموکراسی به درد ما نمیخوره به خاطر ما طرفدار آزادی و عدالت هستیم. خب بدون دموکراسی، آزادی و عدالت چگونه میسره؟ بدون حاکمیت مردم و حاکمیت قانون، عدالت چگونه میسره؟ حزم کردم تقصیر اینا نیست، تقصیر اون رژیمای قبلیه. ببینید چه بلایی به روز این مملکت آوردن و چه طاعونی در این مملکت رایج کردن که 4 تا آدم درست حسابی یه حزب سیاسی برای مملکت داشتن که یک همچین آدمایی بخوان بیان اینطور نظر بدن در باب سیاست. تقصیر اینا نیست، مطلق گناه کردن اینا نیست. باور نمی کردن اینها. خمینی تا روزی که این ارتش عظیم مثل خودشان مثل برف آب شد و این جنرال های جاول از کوپال در رفته که یک شاهی نمی ارزیدن، در رفتن و تسلیم کردن، 15 روز صبر نکردن برن آخون قرار چه بکنه، چون ارتش ملت نبودن، باورش نمی شد. خب عرض می شد که یه دی آمدن استاد ندیدن، آقا صداهاشون خارجه، خدا شاهد است به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر 15 روز استاد نرفتن. پیداست اگه میره پیش استادی میخوند آقا نره بخون. خب حالا به هر صورت عرض می شود که برم سر آقای منتظری راحت. حالا میاد میگوید که حالا اینا رو گفتیم، مقدمه سازی کردیم، ما میایم حالا راه تشخیص فقیه عالم چی چیست. حالا ما میخوایم برای مملکت ارباب بتراشیم، فقیه عالم پیدا میکنیم میذاریم اون بالا. فقیه عالم میگوید که حال این مسئله پیش میآید که ملت از کجا تشخیص بدهد که فقیه عالم کدام است. خودشو عالم میدونست آقای منتظری. این را فقها ها در رساله های علمی راهش را ذکر کردن. ماشاءالله فقها ها همه چیز رو اینها حل کردن دیگه، از جرم گل سیاه تا اوج زحل. بریم بخونید از ماجرا با خروس و مرغ و عرض بکنم که اولاغ و همه چیزها رو حل کردن. خیلی خوب، راه اون یک امر عقلانی است یا عقلایی است. نوشته شما هر کارشناسی را که بخواهید بشناسید از 2 نفر نسبتاً کارشناس سوال میکنید. به عنوان مثال اگر بخواهید بدانید بهترین متخصص قلب کیست، به دکترها مراجعه میکنید و از اونها سوال میکنید که عرض کنم که کسی را به شما معرفی کند، شما هم قبول کرده و به قولشان اعتماد میکنید. ماشاءالله ببینید چگونه رهبر مملکت انتخاب میشه اینجوری. حالا اینا رو هم گفته بود که شما مثلا میخواد بگید آقا به شما به کی اقتدا میکنید، میدید به 2-3 نفر تو کوچه و خیابون، میگه که آقا فقیه عالم کیست، اونم میگه این است. خب ما همون انتخاب میکنیم میذاریم ولی فقیه. خیلی خوب، حالا بعد میگوید که صحبت کارشناس کرده که خیلی مفصله، من وقت شما رو نمیگیرم. پس همون مسئله که در رساله های علمی آمده که مردم به اهل خبره میگن، حالا به حسد خبره رجوع کنند و اهل خبره هم مجتهد اعلم را معین کنند، به صورت منظمی در قانون اساسی آورده شده. ماشاءالله از این قانون اساسی، امان از این قانون اساسی که همون تشکیل مجلس خبرگان است. کسی هم که از این طریق به عنوان رهبر یا شورای رهبری انتخاب میشود بر تمام حکومت و قوانین کشور نظارت میکند. ماشاءالله یک نفر به تنهایی بر تمام شؤونات قانونی کشور نظارت. در این آمریکایی که ما زندگی میکنیم عرض میشود که یه دادگاهی هست
عالی ترین دادگاه به نام سوپریم کورت. سوپریم یعنی بالاترین و در واقع بزرگترین. سوپریم نه قاضی مادام العمر در اونجا هستن، کسی این را نمیتونه خلع بکنه یا بازنشسته بکنه مگر بمیرن. و طریق انتخاب اینا وظیفهشون تفسیر قانون اساسی هست، یعنی در هر جا که یه قانونی وضع میشه در هر ایالتی، چون کشور فدرال هست و قانون فدرال، که اون قانون که در اون ایالت ماساچوست مثلا تصویب شده برای گذاشتن نمیدونم ترافیک فرض کنید، چون هر چیزی قانون حاکم بر هر چیزی هست در این کشور، قانونی که در اونجا تصویب میشه مغایرت با روح قانون اساسی نداشته باشه. و این قضاتی که رئیس جمهور پیشنهاد میکنه همه عمر بایستی در کار قضا بوده باشن و کوچکترین تخلفی از قانون در تمام پرونده اینها باشد میسر نیست، انتخاب نمیشود. یک سر و صدای زیادی برآمد در انتخاب یک قاضی عالی مقام. جرمش این بود که وقتی پرونده شو بررسی کردن کاری کرده یا نکرده، یک خانمی آمد به نام هیل خلاص فامیلش بود، که این وقتی می اومد در اتاق می گفت عجب بوی خوبی میاد، مثلا گفت این نظر جنسی داشته به این سکرتریش، نه دست درازی کرده، نه چیز زشتی گفته، نه مطلق گفته. یکی دو چیز محاکمه و دادگاه و اینا وظیفه‌شون در واقع نمیرن تو خیابون بپرسن بگن که فقیه اعلن کیه، از نمیدونم گاریچی و غیر وزالک و اینها، و بعد اون رو ما برداریم بذاریم سرور مملکت. سابقه کاریش در کار قضاوت، نگاهش به زنان چگونه بوده، نگاهش به سیاه پوستان چگونه بوده، پرونده هایی که امضا کرده و احکامی که صادر کرده چگونه بوده، آیا عادلانه بوده، همه پرونده ای آقا رو میارن اونجا و چیز میکنن و بعد میگن این لیاقت داره در سوپریم کورت بنشینه. یا آقا میگوید بپرسیم ببینیم کیه از در و دیوار و کوچه و اینا، بعد اینو بگذاریم رئیس امور اجرایی کشور رو حاکم بر همه چیز. آقای شیخ منتظری یک بارم عذرخواهی نکرد بابت اون جنایاتی که پسرش انجام داد، که بگه آقا این پسر من این کسافتکاری ها رو کرد، این نمیدونم خزائن ملت ایران رو غارت کرد، اون رینگو هیچ. خب مجتهد اعلی ما هم میتونن بسو خیلی خوب میگه قانون اساسی هم آوردیم، بیار تمام حکومت و قوانین کشور نظارت میکنند. یکی از کارهای رهبر این است که ببیند کارهای خلاف اسلام انجام نگیرد، که این کار را از طریق شورای نگهبان انجام میدهد، یعنی فقهای شورای نگهبان را خود انتخاب میکند. به به به، عجب نظام جالبی. این آقا رو انتخاب میکنند و اون آقا هم شورای نگهبان را انتخاب میکنه، مثل داستان مجلس سنا قدیم. خب مردم هم نمایندگان مجلس و رئیس جمهور انتخاب میکنن، پس در حقیقت هم رهبر به انتخاب مردم است و هم نمایندگان و رئیس جمهور. الان میبینید که هر کسی میگوید من از یک مجتهد تقلید میکنم، این به این دلیل است که نظمی در این کار به وجود نیامده. اما وقتی ما آمدیم و به این کار نظم دادیم به این صورت که تمام مردم ایران بر طبق یک قانون اهل خبره را انتخاب کردن و اهل خبره هم رهبر را، دیگر این اختلاف در تقلید ها هم کنار گذاشته می شود. این اصل مسئله ولایت فقیه هست. هر کس هم به مسئله ولایت فقیه اشکال کرد فقط یک کلمه باید به او گفت که آیا شما پایبند به ایدئولوژی اسلام هستید یا نه. اگر معتقد نیستید که می شوید لیبرال و میخواهید بر اساس دموکراسی کشور را اداره کنید، و این با ما که معتقد به اسلام هستیم و میخواهیم بر اساس اسلام کشور را اداره کنیم جور نیست. اگر پایبند به اسلام هستید که باید کشور بر اساس اسلام اداره بشود، و
و بر اساس اسلام هم کارشناس مسائل اسلام باید رأس کار باشد. یک مسئله دیگر هم این است که اصل ولایت فقیه از ضروریات فقه شیعه است، منتها چیزی که هست حدود ولایتش محل اختلاف است. پیامبر اکرم صلی الله بله ولایتش ولایت تامه بود، برای اینکه قرآن میگوید ان نبیون اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی پیامبر اکرم اولاست به مردم از خود مردم. ماشاءالله به این فقیه، این سیاست مداره عظیم و شأن مملکت ما، و اینم سیستمی که بنیاد کرده. ملاحظه میفرمایید که چگونه است داستان شیخ منتظری. معمولا مخالفان رژیم بیشتر اینایی که در کار بودن زمانی علیه رژیم اقدام کردن، خودشون انداختن بیرون یک به یک. اگه نگاه بکنیم تا زمانی بودن در کار چیز خوبی بود این رژیم. حالا این بیچاره مرد ساده دلی بود، میگفت دخترها رو تجاوز نکنید، مثلا مرحمت میفرمود، میخواد بکشید بکشید، اما تجاوز خوب نکنید. نامه نوشته بود که دارن میکشن. حالا ما نمیدانیم اگه خودش مستر کار بود یا ولایت عهد اون شاهنشاه عظیم الشان خمینی داشت، اون موقع چه میگو. روی هم رفته با نام نیکی مرد این منتظری، اما فراموش نکنیم اصل فساد هم این خود منتظری بوده. از ابتدا تا انتها حرفای این شیخ منتظری ده شاهی به لحاظ منطقی ارزش نداره. حالا محتواش که بماند که چه چیز خوشبوییست بماند که شیخ کشوری با سابقه ایران زمین، با زنان و مردان اون مملکت انقلاب بکنند برای آزادی و قانونمندی، آزادی سیاسی، چون سایر آزادی ها که بود آزادی سیاسی نبود، مردم بیکاره بودند در کار سیاست. بعد یک مرتبه سر و کله این اجلاهای زیر خاک خفته، زیر سنگ خفته بیرون بیاد که بگن نه خیر، شما اسلام میخواستید و قانون اسلام میخواستید و استبداد اسلام میخواستید و شلاق اسلام میخواستید، هازا شلاق اسلام. بفرمایید ولی فقیه این داستان این آخوندها هموطنان گرامی داستان مگس هست و پیشگاه سیمرغ. این هم یک کر و فر کردن، چه آدم ها کشتن، چه جوانانی کشتن از این مملکت، چه شکنجه ها کردند مردم به خاطر که قدرت چهار روز در دست اینا بمان. گفت ای مگس حضرت سیمرغ نجاولون گهتو، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. کلن ارزم نداشتن که برون، اما زحمت بسیار دادن به این مردم بزرگ. تاریخ همواره این طور بوده، هر مستبدی نشست و اون چماق قدرت رو به دست گرفت، گمان کرد که مرکز آفرینشه و همه چیز به دست اوست، و در راه نگهداشت این فرضیه غلط و مهمل شروع کرد به جنایت و سرقت و اموال مردم و هر کاری از دستش آمد. این طبیعت قدرته. بنابراین اون آدمای عاقلی که جهان رو دگرگون کردند و این همه کشف های مهم کردند، همونها گفتن آقا موضوع قدرت خیلی خیلی خطرناک است در دست یک کس باشد. به طور قانونی کسی باید بیاید مدت کوتاهی، حالا هر کشوری داری قانون اساسی است، باشد و برود. ما امروز 3-4 تا رئیس جمهوری بیکار داریم در آمریکا، بوش پدر، بوش پسر، آقای جیمی کارتر، آقای کلینتون، 4 تا بیکار. مردم به اینا مثل سیتیزن نگاه میکنن، شهروند هستن. آقای اوباما حدود 4 سال دیگه داره میره، مردم انتخاب میکنن، نمیگردن بیرن مجتهد عالم کیست.
رأی ملت با هم برابره. رأی آقای آلبرت اینشتاین که میگن بزرگترین فیزیکدان قرن 20 بوده است با رأی اون لوله کشی که داره لوله میکشه نمیدونم ساعت چقدر حقوق میگیره مطلق مدرسه هم نرفته، رأیش با هم برابره، داره یک ارزشه. خب این رو ما دیدیم، همون صفحه کتاب رو تباز کردیم، این آمد مقابل چه شما آوردیم خدمت شما. و خیلی جالب است که برگردیم این روزنامه ها رو بررسی کنیم، خیلی چیزا یاد میگیریم از این روزنامه های عصر انقلاب شکوهمند اسلامی. از امیر جان مثل که وقت ما تمام شد، نه امیر؟ تمام شد. بله رئیس کل فرمودن وقت ما تمام شده است. کاری که بنده میکنم اینجا این است که همه چیز به هم یک هارمونی داشته باشه، یعنی بنده نمیتونم اینجا موسیقی بشکن بالا بنداز پخش کنم، اصلا میسر نیست، این نقض غرضه. نه اینکه بنده ندانم که جوان ها هم هستند و میخوانند ماشاءالله طبله و مبله میزنن و ساز و دهل و اینا رو انداختن، اینا میبره خودش چیزیه، بالاخره یه طرفدار داره، اما خانایی نداره با این حرفایی که ما میزنیم و این خطی که ما دنبال کردیم و خواهیم کرد. خب از شما سپاسگزارم، از دوست گرامی امیر اتاق فرمان و همه شما که مرحمت فرمودید و توجه کردید به این برنامه. این ذره بیرمونم میبریم تا دفعه آینده. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.